که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته اید. سیامک دهخانپور هستم. در این پنجشنبه شب هفتم بهمن ماه 27 ژانویه ضرب العجل رئیس جمهوری ایران برای معرفی سرپرست و وزیر وزارتخانه جدید ورزش و جوانان به مجلس برای رأی اعتماد. چالش جدید دولت احمدی نژاد، فشار مجلس برای نظارت بیشتر بر دولت. یکی از اهداف تصریح شده در برنامه پنجم توسعه کوچک کردن دولت و کاهش 21 وزارتخانه موجود به 17 وزارتخانه است. اما اینک دولت احمدی نژاد علارغم میلش با یک وزارتخانه جدید روبروست. وزارت ورزش و جوانان که از تلفیق سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی پدید می آید. به دنبال ناکامی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام ملت‌های آسیا، همه انتقادات متوجه عملکرد ضعیف مدیران است. هدف از تشکیل وزارت ورزش و جوانان چیست و آیا اقدامی مخالف قانون اساسی است؟ در دعوای میان دولت و مجلس کدام طرف درست می‌گوید؟ سیاست ملی ایران برای جوانان چیست؟ وزیر وزارت ورزش و جوانان باید یک فرد سیاسی باشد یا شخصیتی ورزشی؟ اینها پرسش‌های افق و این تخت سیاه هم دفتر یادداشت من. به فیسبوک افق برید و در این بحث شرکت کنید. افق بهترین پاسخ به سوال برنامه رو انتخاب و بر روی تخت سیاه منعکس می‌کنه تا همه بهترین پاسخ یا راه حل پیشنهادی شما رو ببینند. سیاوش سعادتیان نگاهی موجز دارد به روند تصویب تأسیس وزارت جدید ورزش و جوانان. تصویب یک فوریت طرح ادغام سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان از سوی مجلس، مخالفت نماینده دولت با طرح ادغام دو سازمان در صحن مجلس، مخالفت 51 فدراسیون ورزشی با تشکیل وزارت ورزش و جوانان، تصویب طرح ادغام سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان از سوی نمایندگان مجلس، درخواست اصلاح وزارتخانه شدن بخش ورزش از سوی محمود احمدی نژاد، تایید مصوبه وزارت ورزش و جوانان از سوی شورای نگهبان، ابلاغ مصوبه برای اجرا به دولت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، اما مهمانان برنامه خانم فاطمه حقیقت‌جو پژوهشگر مهمان دانشگاه ماساچوست، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی از باستون ماساچوست که چون واشنگتن برف سنگینی رو شاهد بوده، از طریق اسکایپ ایشون با ما و شما هستن. قرار بود باشون ارتباط ماهواره‌ای داشته باشیم از دانشگاه ماساچوست که موفق نشدیم. و آقای ایرج ادیب‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر ورزشی از پاریس با ما و شما هستن. درود به هر دوی شما، خوش اومدید به افق. خانم حقیقت‌جو با شما آغاز بکنیم. مجلس با چه هدفی این طرح رو برخلاف برنامه پنجم توسعه و کوچک کردن دولت به آقای احمدی نژاد تحمیل کرد؟ به شکلی دو سازمانی که فعالیتشون بخش عمده‌اش با هم متفاوته. سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان محترم برنامه، همچنین سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمت مردم ایران. در خصوص این طرح وزارتخانه ورزش و جوانان باید به این نکته اشاره کرد که طبق برنامه
پنجم سایز اندازه دولت باید کوچک بشه و وزارتخونه ها باید تقلیل پیدا بکنه و نه اینکه یک وزارتخونه ای افزایش پیدا بکنه. اما مهمترین دلیلی که نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارت ورزش و جوانان ارائه کردن این هست که نمایندگان مجلس مستقیما میتونن نظارت بکنن اگر وزارت خونه ای شکل بگیره، چون تا زمانی که سازمان هست و رئیس سازمان زیر نظر رئیس جمهور هست به هیچ عنوان نمیشه معاون وزیر، معاون رئیس جمهور رو به صحنه علنی مجلس برای پرسش آورد مگر اینکه مستقیما از رئیس جمهور سوال بشه. و تا کنون هم در طول سالهای گذشته نشون میده که رئیس جمهور تذکرات بسیار زیادی رو از سوی نمایندگان در حوزه ورزش دریافت کرده که متاسفانه توجه چندانی هم به این مسئله نشده. امید نماینده های مجلس به این هست که تشکیل وزارت زمینه نظارت بیشتر بر عمل کرده وزارت ورزش و جوانان رو فراهم بکنه. این یکی از مهمترین دلایل نمایندگان برای تشکیل وزارتخونه است. بله، آقای ادیب‌زاده، آقای احمدی نژاد گفته که تلفیق این دو سازمان و تأسیس این وزارتخانه جدید به ضرر ورزش خواهد بود. 51 مسئول فدراسیون نامه نوشتن اعتراض کردن، چرا حرف اونها شنیده نشد؟ با درود خدمت شما و خانم حقیقت جو و بینندگانی که ما رو میبینن در هر جای دنیا که هستن، مسئله مهم از نظر من ایجاد یک وزارتخانه برای ورزش در شرایطی که مملکت ما بیشترین جمعیت جوان رو داره واقعا یکی از ضروری ترین چیز هاست. من نمیدونم حالا به هر حال مشکلات سیاسی بر سر راه ایجاد این وزارتخانه چی بوده، چه مخالفت هایی هست. مثلا اگر میبینیم 51 رئیس فدراسیون ورزشی مخالفت میکنن، برای اینکه وزارت ورزش وقتی که تشکیل بشه در درجه اول بر کار فدراسیون ها میتونه نظارت داشته باشه و از فدراسیون ها حساب بخواد، ولی الان هر فدراسیونی در واقع ساز خودش میزنه. شما همین فدراسیون فوتبال نگاه بکنید که در یک سال گذشته واقعا چه کار کرده که فوتبال ایران در تمام رده ها از نوجوانان گرفته، جوانان گرفته، بزرگسالان گرفته، تیم امید، همه شکست خورده. خب بالاخره وقتی یک وزارتخانه ای تشکیل بشه برای ورزش، یک پارچگی ورزش پیش میاد، داشتن بودجه رسمی در بودجه رسمی کشور هست، کنترل عملکرد فدراسیون ها هست، رسیدگی به ورزش مدارس هست، ورزش همگانی، و البته من خودم شخصا فکر میکنم مسئله همین ادغام جوانان با مسئله ورزش یه مسئله بغرنجیه، چون ورزش فقط مال جوان ها نیست، مال همه است، مال زن، دختر، پسر، جوان، پیر و همه. به هر حال یک مسئله مهمی که امروز در دنیا میبینیم ورزش الان در سلامت سازی مردم در جهان، به خصوص در شرایط الان که خیلی ها حرکتشون کم شده، نقش مهمی داره، به خصوص ورزش همگانی. به هر حال من فکر میکنم که مسئله اضافه شدن سازمان جوانان به مسئله وزارت ورزش یه مقدار همونطور که گفتم بغرنج، به خاطر اینکه خب سازمان جوانان برای پر کردن اوقات فراغت جوان هاست، بعدم در اساسنامش که من میخوندم فراهم کردن ازدواج آسون و از این مسائل. به هر حال ورزش باید راه خودش رو بره. شما پس مجموعاً این اتفاق رو برای ورزش مثبت میدونید ولی نفس این تلفیق رو باهاش مشکل دارید. خانم حقیقت جو، نکته اجازه بدید خانم حقیقت جو، نکته ای که بسیاری انتقاد میکردن این بود که این تلفیق هزینه های زیادی رو به دولت تحمیل میکنه، میگفتن این در خلاف اصل 75 قانون اساسی، بعد سربرگ های جدید تهیه بشه، سردر جدید، بعد و میگن میلیاردها تومان هزینه به دولت تحمیل میکنه. این چقدر مسئله ساز بوده؟ ببینید، در اصل 75 قانون اساسی بیان میکنه که نمایندگان مجلس نمیتوانند
طرحی رو ارائه بکنن که در اون هزینه های دولت رو زیاد بکنه یا درآمدها رو کاهش بکنه. اما راه حلی که معمولاً نماینده ها برای این ارائه میکنن، ضمن اینکه یک جایی یک هزینه ای رو اضافه میکنن مثل تشکیل این وزارتخونه، برای پوشش دادن این هزینه محل درآمدی رو هم تامین میکنن. مثلا ممکنه بگن که 1% به مالیات دخانیات اضافه بشه، این افزایش مالیات درآمد جدیدی رو ایجاد میکنه و این درآمد جدید اون هزینه های افزوده شده رو پوشش میده و به این ترتیب بالانسی ایجاد میشه، مگر اینکه دولت لایحه ای رو ارائه بکنه طبق قانون که در اون هم هزینه ها هم درآمد ها مشخص هست. اما تا اونجایی که من اطلاع دارم، در واقع هزینه هایی که وزارتخونه جدید داره صرفا بر مبنای در واقع بودجه های مندرج در ردیف دستگاه، این دو دستگاه هست، یعنی بودجه مندرج در دستگاه سازمان ورزش که زیر نظر رئیس جمهور هست و دوم سازمان جوانان، هر دو بودجه میلیاردی خوبی دارن که تلفیق این دوتا بودجه زیر نظر وزارتخونه جدید عمل خواهد کرد و من فکر میکنم که از این حیث نمایندگان این اشکال قانون اساسی رو موقع قانونگذاری رفع کردن. بله. همین دلیل هم هست که شورای نگهبان از این حیث ایراد قانون اساسی نگرفت. بله. آقای ادیبزاده، تجربه کشورهای دیگه برای اداره فدراسیون‌های ورزشی و سازمان ورزش در واقع چگونه بوده؟ آیا این کاریست که در واقع باید معمولاً به صورت معاونت ریاست جمهور انجام بشه یا گونه دیگه در فرانسه که شما هستید یا در آمریکا عمل میشه؟ بله، در آمریکا میدونید که ورزش داوطلبانه است، یعنی بودجه ورزش داوطلبانه است و ربطی به بودجه دولتی نداره. البته دولت کمک به برنامه‌های ورزشی میکنه، دولت تمام ورزشگاه‌ها رو میسازه، امکانات فراهم میکنه، ولی بودجه دولتی ورزش نداره و همین به مسئولان ورزش و ورزشکاران آمریکا واقعا این آزادی رو میده که در بند مسائل سیاسی نباشن، چون اصولا وقتی هر جا که ورزش سیاسی میشه از اون در واقع مجرای خودش جدا میشه. همین وضعیت که الان میبینیم ورزش ایران داره در این 30 سال، به خاطر اینکه سیاسی شده و هر کس اومده فقط سیاسی بوده. هیچ وقت آدم‌های ورزش، آدم‌هایی که توی ورزش ما داشتیم، به هر حال هیچ کدوم از اینا استفاده نشده. ولی در فرانسه که شما اشاره کردید، در فرانسه الان نزدیک به 100 ساله که وزارت ورزش وجود داره و همیشه هم این وزارت ورزش وجود داشته. یک زمانی وزارت ورزش و جوانان رو با هم ادغام کردن، اما همین سال گذشته متوجه شدن که ورزش انقدر اهمیتش الان زیاده که باید اون رو از مسئله جوانان جدا بکنن. همونطور که گفتم، برای اینکه ورزش دیگه مخصوص جوان‌ها نیست. الان مسئله مهمی که الان هست مثلا تو همون آمریکا ورزش همگانیه. شما میدونید یه مقدار مسائل چاقی و اینا پیش اومده و این مسائل. بعد همین یک ماه دو ماه گذشته آقای سرکوزی یک خانمی رو گذاشتن به عنوان وزیر ورزش که ایشون 12 بار قهرمان کاراته جهان شدن و 12 بار قهرمان در واقع کاراته فرانسه. در ضمن ایشون مدیریت خوندن، قبلا در پست‌های مختلف با آقای سرکوزی کار کردن، یعنی ادغامی از ورزشکار. بله. و سیاسی. خانم حقیقت جو، بحث تلفیق دستگاه ها و سازمان ها در ایران پدیده جدید نیستش. بفرمایید که سابقه این امر چطور بوده، در چه مواردی موفق بوده، چه مواردی به شکست انجام میده و چقدر خوشبین هستید به تلفیق این دو سازمان؟ بله، ببینید طبق